رئیس سازمان محیط زیست از طرفداران تولید محصولات تراریخته با تشبیه این محصولات به چاقو و چگونگی بهره‌گیری از اون گفته الان تجارت این محصولات در دست راندخارانه و اگر در گذشته محیط زیست با اون مخالفت می‌کرده از بی‌سوادی مدیرانش بوده. عیسی کلانتری میگه چطور با واردات این محصولات مخالف نیستن اما اگه حتی یک کار پژوهشی در این زمین انجام بشه مخالفت‌های زیادی صورت می‌گیره چون منافعشون به خطر میفته. کلانتری از نمایندگانی که برای ساخت سد با هم رقابت دارن هم گفته و مهندسی معکوس در محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی و خشکاندن تالاب‌ها و گرفتن سیلاب‌ها از طبیعت و اینکه استان فارس هم درگیر گرد و غبار شده. از دیگر مسائلی که او در این گفتگو به اون پرداخته انتصابات خانوادگی، جنگل خاری، از بین بردن مراتع و به تبع اون جمعیت حیوانات گیاهخوار و گوشتخوار بوده و خطرات بسیار جدی که محیط زیست رو تهدید میکنه. نیکا انگ کوسر روزنامه نگار حوزه آب از واشنگتن با ما هستن برای بررسی صحبتهای رئیس سازمان محیط زیست کشور. آقای کوسر، بحث محصولات تراریخته از کجا میاد که الانشون گفتن تولیدش اشکالی نداره، تجارتش در دست راندخارانه؟ درود بر شما. محصولات تراریخته یا به عبارتی جانداران دستکاری شده ژنتیکی که ما به عنوان محصول ازشون حالا یاد میکنیم، در حقیقت داستانش این هست که وقتی شما یک موجود زنده رو ژنی از یک موجود نامربوط یا یک ژن نامشخص که ربطی به اون نداشته رو بهش منتقل بکنید برای اینکه تفاوت‌های ایجاد بکنید نسبت به اون چیزی که در ابتدا بوده و فرض می‌خوایم میزان ویتامین رو در یک میوه افزایش بدید یا میزان بار گوشت یک مثلا گاو رو افزایش بدید، تغییرات ایجاد می‌کنه، میشه در حقیقت اون تراریخته. بسیاری از محصولاتی که ما استفاده می‌کنیم، روغن‌هایی که از سویا مثلا گرفته میشه، از کانالا گرفته میشه، اینها از محصولات تراریخته میاد. اما در بسیاری از کشورهای دنیا به واسطه اینکه ممکنه نتایج غیر منتظری داشته باشن تحقیقات زیادی میشه. برفرض این نتیجه رسیدن که برخی از برنج‌های دستکاری شده ژنتیکی آثار زیست محیطی منفی دارن یا پنبه‌های دستکاری شده ژنتیکی باعث از بین رفتن برخی جانداران هم می شود. آقای کلانتری تأکیدی که در طی سالهای اخیر داشته این بوده که از این موضوع دفاع بیشتری بکنه، به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی در تحریم هست، بتونن مثلا با برخی از محصولات تراریخته تولیدات کشاورزی رو برفرض بالاتر ببرن. اما برخلاف خیلی از کشورهای جهان، میزان آگاهی بخشی درباره اثرات تراریخته ها بر روی مردم هنوز در اختیار شهروندان قرار نگرفت و خیلی از محصولات نوشته نشده که اینا تراریخته هستن تا مردم بتونن اختیار داشته باشن که چه چیزی رو انتخاب بکنن و یا نکنن. از سدسازی بی رویه انتقاد کردن، با فرض اینکه خودشون در این روند دخیل نبودن، قدرت توقف اون رو دارن؟ سازمان حفاظت محیط زیست حداقل با دادن برفرض مجوز زیست محیطی برخی از سدها تأثیر گذار بوده و جلوی خیلی از پروژه ها رو میتونسته بگیره و نگرفته. همین الان بحث هست بر روی شکایت هایی که از سازمان محیط زیست و خود آقای کلانتری قرار هست بشه. همین امروز یک شکایتی مطرح شد که در بهبهان و قرار است در تهران ایشون به دادگاه بره. فعالان محیط زیست دارن راجع به این بیشتر کار میکنن. سدسازی هایی که صورت گرفته، آقای کلانتری حداقل عضو دولت های سازندگی و اصلاحات بوده که اونها بانی سدسازی های بیرویه فعلی بودن و خیلی مقابله نکرد. امروز البته اگر مخالفت میکنه به خاطر این هست که نتایج منفی اون سدسازی ها رو داریم میبینیم. اما این مخالفت کافی نیست و ایشون حتی جلوی بسیاری از پروژه های انتقال آب رو که مخالفان زیادی در حوزه محیط زیست و فنی داره رو ایشون نمیتونه پاسخگوی اونها باشه. ممنون از توضیحاتتون.